اولین جلسه دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، امروز سه‌شنبه برگزار شد. آقای رضاییان از 10 ماه پیش در اوین زندانی است. علی رضاییان، برادر جیسون، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا میگوید این جلسه حدود 5 ساعت طول کشید و برادرش در کنار وکیلش لیلا احسن در برابر اتهام‌ها علیه او از خود دفاع کرد. علی رضاییان یک بار دیگر اتهام‌ها علیه جیسون را مضحک خواند و گفت امیدوار است با برگزاری جلسه‌های دادگاه برادرش هر چه زودتر آزاد شود. Well, as you know, because it's a closed court. از اونجایی که دادگاه غیرعلنی بود، نمیتوان درباره محتوای محاکمه مطلبی گفت. اما آنچه ما میدونیم این است که در این جلسه جیسون به همراه وکیلش خانم لیلا احسن حضور داشت. ولی مادرم که در تهران است و همسر جیسون یگانه از ورود به جلسه دادگاه منع شدن. به نظرم فهرست اتهامات جیسون در این جلسه خوانده شد. اتهاماتی که ما میدونیم شامل جاسوسی، تبلیغات علیه کشور، یعنی مکاتبه‌ای که جیسون با وزارت خارجه جهت دریافت روادید برای همسرش یگانه داشت. همچنین همکاری با قدرت‌های متخاصم که مربوط به پر کردن درخواست شغل در وبسایتی است که پیش از سوگند پرزیدنت اوباما ترتیب داده شده بود. جیسون در این وبسایت نوشته بود به عنوان کسی که در ایران است و فکر می‌کند که روابط بین دو کشور می‌تواند در صورت وجود اطلاعات درست به روابط نزدیکی تبدیل شود، می‌خواهد در این باره کاری کند. حالا مقامات ایران این درخواست را به عنوان همکاری با قدرت متخاصم در پرونده او آورده‌اند.